رو داریم. هیدروژن هاشو بذاریم، یکی دو تا، سه تا، چهار تا، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده. چند تا اکسیژن داره؟ چهار تا اکسیژن داره که جرم مولی اینو بخوایم به دست بریم شد دوازده تا، دوازده تا بزرگی، دوازده تا یکی بزرگی، چهار تا شونزده تا که میشه 64 تا، میشه 132 تا. چهار صد، نه 132 تا نمیشه، میشه 100 و ببینم، میشه 144 تا رو داریم که میشه 156 تامون، 170 تا با اون 60 تامون، 160 تامون با اون 60 تا که میشه 220 تا. درسته دیگه، 220 تا. الان میگه چند گرم از اون پلی آمیدا تولید میشه، یعنی من برم مستقیم میتونی ببین یه کار دیگه هم بکنی، میتونی بری از این مول دی اسیدت رو به دست بیاری، از مول دی اسیدت بری اینو به دست بیاری که لازم نیست این کار بکنی، یعنی به صورت یک واکنش پشت سر هم حل کنی، یعنی زنجیره ببینیش، یعنی فراورده تجزیه پلی استرس که یک دی اسید با یک دی الکل هست رو دی اسیده، یعنی فراوردهش رو آوردی به عنوان واکنش دهنده، تو واکنش پایین استفاده کردی، حالا تو یه پلی استر بده. الان داره میگه ما 132 گرم از این پلی استر استفاده کردیم، بعد میگه چند گرم پلی آمید میده، یعنی ما اینجا x گرم رو داریم، دوباره ضریب اینجا یک و بریم کربنام رو مشخص کنیم. ببین یه کربن اینجاست، دو 6 اینجا، 7 تا، 8 تا، دوباره با 6 تا اینجا، 6 و 6 12 تا، 13 تا، 14 تا. چند تا هیدروژن داریم؟ بریم بکشیم، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا و یه دونه اینجا، ده تا. چند تا او داریم؟ دو تا اکسیژن داریم و دو تا هم نیتروژن داریم. جرم مولی اینو بخواییم به دست بیاریم، چهارده تا، دوازده تا داریم، یه ده تا داریم، دو تا هم شونزده تا داریم که میشه 32 تا به اضافه دو تا 14 تا که میشه 28 تا، میشه 30 تا، این میشه 60 تا، با این میشه 70 تا و اینو حساب بکنی میتونی اینو اینجوری بگی، بگی این بوده 14 در 10 به اضافه 2، یعنی بوده 140 به اضافه 28 تا که میشه 8 تا. حالا 168 با 70 تا بخوای جمع بکنی، 8 تا اونجا میمونه، میشه 238 تا به جرم این پلی آمیدمون. من یکم اینجا رو بچه‌ها مرتب کنم واسه تون خلوت باشه. این هم از بعدش بتونیم تقریبا دیگه استفاده کنیم. بله از دکتون خرشید میگم فکر کنم بعد این بتونیم تا حدودی از تقریبی استفاده کنیم. اول از ارسادش کنیم، مثلا به چهار میخوره فکر کنم دیگه. آره مثلا به چهار بزنیم اینو، 54 میخوره، 33 دیگه درسته، بعد دوباره به چهار میخوره این بخوایم بزنیم، نه به چهار نمیخوره، به دو بزنیم میشه 27 تا. الان ما تقریب بریم که تا اینجا ساده بکنیم و بریم. درسته؟ رو به شما همینه. من 119 بازم... میبرم خودم رو 120 که یک مذهبی از 3 تشکیل بشه. بالا دو تا مذهب این... از 3 دارم. با 27 یه دونش بره. اینو با 3 بزنیم که بشه 9 تامون، با 3 که بشه 11 تا، دوباره به 3 میتونیم بزنیم، اینو بزنیم 40، اینا بشه 3 که بشه 440 مون تقسیم بر 3 که تقریبا میشه 1 بدیم میشه 142 که تا 100 تا 14 بریم که مشخص میشه که گزینه ها میرن، فقط یه دونه 2 رو داریم. درست. که میتونیم اینجوری بریم. درست. این هم از این. اگه نکته هست دکتر جان بفرمایید شما. آره یه راه حل میخواستم بگم، حالا شاید دوستان زیاد با حالا ترکیبات عالی پیچیده توی حالا واحد تکرار شونده برخورد کردن و میان از فرمول تعداد هیدروژن استفاده میکنن که میشه تعداد کربن ضرب در دو به اضافه دو منهای دو ضرب در تعداد پیوند دوگانه به اضافه تعداد حلقه منهای چهار ضرب در تعداد پیوند سگانه منهای تعداد هالوژن به اضافه تعداد نیتروژن. این فرمولی که واسه تعداد هیدروژن استفاده میکنه، هیدروژن ولی رفقا میان اینجا استفاده میکنن به درد نمیخوره، قاطی میکنه. ساده یه روش ریز بگم که از اینم بتونید استفاده کنید، همون فرمول نهایتا منهای دو کنید تعداد هیدروژن مونومر در واقع واحد تکرار شونده رو بگید. درسته. ولی که این سوال میبینید چیش اذیت میکنه تو کنکور؟ اصلا بچه ها میان مثلا میخوان اینو تجزیه کنن، یه دی اسید میکشه، یه دی الکل میکشه، حالا اون دی اسید رو میاره پایین با دی آمیده، یعنی یکم جا نیست که اونجا کشیدن اینا کنار هم دیگه. حالا مثلا ما توی یک حسب حل کردیم، یه سری از بچه ها هستن میان از اون طرف مول اسید رو به دست میارن، بعد از مول اون میخوان برن، اصلا جا نمیشه بچه ها. یعنی سعی کنید
اینو یکم یه سری مراحلش رو تو ذهنتون برید که بتونید راحت‌تر حلش بکنید، چون محاسباتش هم خودش هم از تقریب برید و یکم زمان بر خواهد بود این فرآیندمون. این هست. بریم سراغ سوال بعدی که اینم یکی از سوالای کنکورم بود. اینا بچه‌ها تو دام افتادن. چرا تو دام افتادن؟ به خاطر اینکه خب ما یه همچین نمودار تو کتاب داریم ولی نمودار کتاب برعکسه. به خاطر همین میگم ببین هر علمی، نمیدونم اصلا کاری ندارم شیمی، فیزیک، ریاضی،